سرخط خبرها. حمله مهاجمان به هدف کنسولگری پاکستان در ننگرهار. این حمله تا اکنون نزدیک به 10 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. پیرونه اوشون پیرونه باچ ده ده یو غرازوشون غرازونه باز ده سرک پولیس مندی والی پولیس چهوشون. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر احتمال ادامه تحرکات تراس افغانی در افغانستان. اوباما از کنگرس این کشور خواسته است تا اجازه اقدامهای نظامی بر ضد تراس افغانی دهند. پرداخت غرامت استرالیا به آسیب دیدگان افغانستان. این غرامت به افغانهای پرداخته می شود که در ماموریت این کشور زیانهای مالی و جانی دیدند. و توقف دو قایق نظامی آمریکا از سوی ایران. سلام و ظهر بخیر به مهمترین ها در نیمه روز از یک. با من نصرت منصور خوش آمدید. درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان که به هدف کنسولگری پاکستان در جلال آباد حمله کردند هنوز هم جریان دارد. صبح امروز یک انتحار کننده موتر بمبگذاری شده را در نزدیک کنسولگری پاکستان منفجر کرد و پس از آن درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید مهاجمان وارد کنسولگری پاکستان شدند و درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان ادامه دارد. اما وی در مورد آمار تلفات برخواسته از این رویداد چیزی نمیگوید. با این حال یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود میگوید در جریان این حمله 6 تن مشمول 4 پلیس و 2 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر مشمول یک نگهبان کنسولگری زخم برداشتند. زده که شما در کابل نړیوال خوانده زدکان کدی او در معلومین سنگ کده انور سفارت پاکستان دا خلق تی مشکلات لرد و مریضان لرد و خوبیزیو دا پاره ولارو پیرو نوشو پیرو نبا چه ده یو گرازو شو گرازو نبا در سرک پولیس مندی والی پولیس چهوشتو پا دی معنی پوی نوشو بس مونگ دکان را بند کو زاره کرو تختی دازه نراولو کمرا که ناس یو دمی دراشو چه دراس را چکاتم دا غدا دا غ همکارم تقی الله تقی هم از ولایت ننگرهار روی خط تلفن است با ما. تقی، آخرین جزئیات در مورد این حمله چی است؟ آیا درگیری پایان یافته یا خیر؟ و در مورد تلفات برخواسته بگو. صدای ما میشنوی تقی؟ ظاهرا تماس همکار ما قطع شد. برای جزئیات بیشتر از او در جریان این سرویس خبری خواهیم گرفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید ممکن است بدون تهدید گروه داعش و القاعده هم بی‌ثباتی و ناامنی برای یک دهه آینده در بخش‌های از جهان مانند افغانستان و پاکستان ادامه یابد. باراک اوباما در آخرین سخنرانی‌اش در کنگره این کشور تاکید کرد که بدون تهدید دو گروه عراس افغان هم احتمال این وجود دارد که افغانستان، پاکستان، کشورهای خاورمیانه و بخش‌های دیگر جهان به پناهگاه‌های امن عراس افغانان مبدل شوند و یا دچار درگیری‌های فرقه‌ای شوند. با این حال باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست است تا اجازه اقدامهای نظامی را بر ضد گروه داعش بدهد. دولت استرالیا برای شمار از آسیب دیدگان در افغانستان 270,000 دلار غرامت پرداخته است. مقامهای دفاعی ارتش استرالیا گفتند این غرامت با آن شمار افغانهای پرداخته می شود که در جریان ماموریت این کشور زیانهای مالی و جانی دیدند. مارشال مارک بیسکین فرمانده قوای هوایی استرالیا گفته است این پولها به هیچ وجه به خانواده های عراس افغانان دادن نخواهد شد. اما وی افزوده است که با توجه به حساسیت های عملیاتی و الزامات حریم خصوصی جزئیات پرداخت این غرامت ها محرمانه باقی خواهد ماند. در پی حمله طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و 8 تن زخم برداشتند. این حمله طالبان سه‌شنبه شب و بامداد امروز بر پاسگاه‌های امنیتی در منطقه ده آدمخان ولسوالی گرشک انجام شده است. محمد شریف سرپرست ولسوالی گرشک میگوید در جریان حمله طالبان 10 پلیس کشته و 2 پلیس دیگر زخم برداشتند. وی می‌افزاید که در این رویداد تلفات به طالبان نیز وارد شده است.
همزمان با گفتگوهای صلح عملیات نظامی بر ضد طالبان ادامه می‌یابد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه همچنان می‌گوید در نشست چهارجانبه صلح به گونه واضح به پاکستان گفته شده است که تا پایان ماه آینده میلادی باید گفتگوهای صلح با طالبان آغاز شود. معین سیاسی وزارت خارجه تاکید دارد که حکومت افغانستان آماده است با تمام گروه‌های طالبان مربوط به ملا اختر محمد منصور، ملا رسول، گروه حقانی و دفتر قطر گفتگو کند. احمد قاسانی جزئیات می‌دهد. در نشست چهارجانبه اسلام آباد تاکید شده که گفتگوهای صلح بیدرنگ میان طالبان و حکومت افغانستان باید بر بنیاد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان آغاز شود. بر بنیاد گفته‌های معین سیاسی وزارت خارجه در این نشست همچنان آمریکا، چین و پاکستان پذیرفتند که راسفگنی خطر منطقه‌ای است و باید در برابر آن مبارزه شود و گروه‌هایی که بر روند صلح نمی‌پیوندند بر ضدشان از تمام امکانات استفاده صورت گیرد. الفاظ واضح آمده که خود این سه مملکت از هر وسیله میتونه استفاده کنه علیه افراد یا گروه‌هایی که به صلح، به پروسه صلح یا اشتراک نمی کنن یا مخالفت می کنن. در اینجا نقطه اساسی دو میشینی است که در این حالت ما آیست آیست سرمی تکمیل شدن نقشه خود یا رودمپ خود کار کرده رایستیم که در اونجا باز وضاحت می تواند برای هر مملکت که مسئولیت افغانستان چیست، مسئولیت خود پاکستان چیست و مسئولیت امریکا در قبال می گروپا چی باشد. همزمان با این نگرانی های مطرح شده است که با گرم شدن هوا طالبان به گفتگوهای صلح پشت پا خواهند زد، اما حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که گفتگوهای صلح و عملیات های نظامی بر ضد گروه‌های راسفگنان یکسان و پیش برده خواهد شد. اونقدر که ما پروسه صلح پیش می‌بریم، همونطور قوای امنیتی ما که واجب افتخار ما هستند کارهای خود ادامه می‌دهند. ما در یک چوکات میخوایم که بسیار وضاحت داشته باشم که گروپ های مختلف باشه، خود گروپ های طالب های که وابسته به منصور باشه، گروپ های که طالب ها به رسول باشه، ملا رسول، گروپ های طالب ها که بسته به حقانی باشه، قماندان ها باشه. ما حاضر هستیم که گروپ های خصوصا افرادی که وابسته به دفتر قطرشان هستن، حاضر هستیم امرشان بحث کنیم. دروازه بحث سرکس بسته نمی کنیم. پاکستان هم وارد در کار صلح از فریب و نیرنگ کار گرفته است، اما این بار حکومت افغانستان تا پایان ماه میلادی آینده و پاکستان مهلت داده باید گفتگوهای صلح با طالبان آغاز شود. ما خود حکومت افغانستان به این باور دارد که ما یک فرصت داریم در می جنوری و فوری، در می دو ماه آینده و در این فرصت باید مردم افغانستان یک تغییر باید ببینه. ما جلساتی که امرای پاکستان هم داشتیم به بسیار به وضاحت برشان گفتیم که مردم افغانستان همه خود یک سیاسون افغانستان حوصله سال گذشته را نداره. نشست آینده چهارجانبه صلح هفته آینده در کابل برگزار می شود. در نشست اسلام آباد یک چارچوب کاری ساخته شده و در نشست کابل نقشه را به هدف گفتگوهای صلح با طالبان به گونه کامل ترسیم خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این نقشه را منجر به گفتگوهای رو در روی طالبان و حکومت افغانستان می شود یا نه. وزارت دفاع ملی هشدار می‌دهد تا زمانی که موقف واحد در پیوند به گفتگوهای صلح در کشور به وجود نیاید تمامی گفتگوها بی‌نتیجه خواهد بود. سرپرست وزارت دفاع ملی که همراه با سرپرست ریاست امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله به مجلس سنا فراخوانده شده بود تاکید می‌کند که برخی از موقف‌ها در پیوند به گفتگوهای صلح به سود مخالفان دولت خواهد بود. نظرالدین مصلی گزارش می‌دهد. ادامه خشونت و امنی ها در کشور ظاهرا اعضای شورای ملی را از هر چیز دیگری خسته ساخته است. در سه روز گذشته ارشدترین مقام های امنیتی را برای بار دوم به پاسخگویی به شورای ملی احضار کرده اند، دو روز پیش در مجلس نمایندگان و اما امروز هم در مجلس سنا. باز بودن سرحدات کشور است که مخالفین بدون کدام ممانعت و ترس داخل کشور شده با فعالیت های تروریستی خویش علیه قوای دفاعی و امنیتی
و غیر نظامیان ادامه میدهند. سه روز به این طرف میشه که 10 نفر از خارجی ها از کشور چین، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان از طریق مرز وارد ولسوالی وردوج بدخشان شدند و در ولسوالی وردوج، در ولسوالی همگان و در جرم اینا تمام طالبایی که در محلات است اینا را جمع میکنن و برای ازیا سخنرانی میکنن در معذر عام که شما باید در سه ماه زمستان حداقل 4 ولسوالی بدخشان را سقوط بتین. سرپرست وزارت دفاع ملی موجودیت معادن و مواد مخدر را بزرگترین عامل جنگ در کشور میداند. آقای استانگزی تاکید میکند که نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت مرزهای کشور نیست. نمیتونیم که تمام ساحات توسط قوای امنیتی ایر آدم سطر و اخفا بسازن، ولی تلاش های کافی را نمیگم، ولی تلاش های ضروری صورت گرفته و این وقت بیشتر کار داره. در سه ماه اگر ما بگویم که کل سرحدات را سطر کرده میتونیم، غیر ممکن است. اما حضور فعالیت شهروندان خارجی به ویژه پاکستانی یکی از نگرانی های وزارت داخله دانسته میشود. معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از مردم میخواهد تا در پیوند به این مسئله با پلیس همکاری کند. همکاری مردم ما را ضرورت داریم. بعضی کسایی که در بعضی از قریه‌جات، شهرها و در جای زندگی میکنند که از سایه دید و دیگر تقریبا بخشای کشفی استخباراتی ما پنهان میباشه، در این راستا مردم ما باید همکاری بکنند. اما گفته های دو مقام امنیتی برخلاف مجلس نمایندگان قناعت مجلس سنا را فراهم ساخت. شکر. با این هم گفته های سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به دور از رسانه ها و پشت دروازه های بسته به مجلس سنا گفته شد. حالا اگر می خواهید بعضی موضوعات مفصل تر صحبت کنیم میشه که کامره ها را بگیم برن. صدر صاحب رئیس پیشنهاد رئیس با قبول داریم. تشکر برادرها از مطبوعات عزیز، تشکر هر وقت با ما همکار بودین. حالا شهروندان صلح و جنگ را همزمان تجربه می کند. گفتگوهایی که هیچگاهی نتیجه نداده است. سرپرست وزارت دفاع ملی هشدار می دهد تا زمانی که موقف یک دست در گفتگوهای صلح در کشور به وجود نیاید، شاید این گفتگوها به نتیجه نرسد. طبعا صلح از رای زاری تنها نمیشه. اول موقف واحد تمام نظام سیاسی افغانستان در مقابل صلح و جنگ باید یک موقف واحد باشن. تا وقتی که موقف واحد نباشه و ما گپای گت و ودر بزنیم و ما اندازه برای دشمن فضا و فرصت میتیم که اونا از این استفاده بکنن. معصوم مستانگزی نخستین مقام ارشد امنیتی در کشور است که با تلاش حکومت وحدت ملی بی‌باور است. دفتر قطر مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح را از جانب طالبان دارد. طالبان با پاسخ اعلامیه ملا اختر محمد منصور تاکید کردند که دفتر سیاسی طالبان اختیار روابط و گفتگو با طرفهای گوناگون را دارد. شورای عالی صلح از این اقدام طالبان از بهر این که در دفتر قطر پاکستان بر طالبان آنچنان فشار آوردن نخواهد توانست استقبال میکند. در همین حال نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری نشست چهارجانبه صلح استقبال می کنند و بر نیاز آغاز بیدرنگ گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان تاکید دارند. سجاد محمدی جزئیات می دهد. این روزها بار دیگر و با برگزاری نشست چهارجانبه در اسلام آباد بحث صلح افغانستان داغ‌تر شده است. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه از آنچه آغاز مثبت کار نشست چهارجانبه صلح افغانستان خوانده استقبال کرده است. یوناما تاکید کرده که بر رسمیت شناختن نیاز فوری گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را از سوی چهار کشور بسیار مهم می‌داند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان تاکید کرده که سازمان ملل متحد از هر اقدام برای تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان دریغ نخواهد کرد. این تعهد مجدد بر روند صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغانها از اهمیت واقعی برخوردار است. ما امیدواریم که همه اعضا با استفاده از این فرصت در این فرایند برای پایان دادن به درگیری وحشتناک در افغانستان اشتراک نمایند. همزمان با نشست چهارجانبه صلح در اسلام آباد، طالبان بخشی از اعلامیه اختر محمد منصور را بازپخش کردند. در این اعلامیه تاکید شده که طالبان در کنار دیگر فعالیت‌ها، تلاش‌های سیاسی را نیز انجام می‌دهد و دفتر سیاسی امارات اسلامی یا همان دفتر قطر اختیار روابط و گفتگوها را با طرف‌های گوناگون دارد. طالبان همچنان بر روابط نیک با کشورهای جهان تاکید کرده و گفتند که خارج از جغرافیای افغانستان هیچ نوع تحرکات نظامی ندارند. شورای عالی صلح این پیام طالبان را از این جهت یک اقدام سیاسی خوب و قابل استقبال میپندارد. دغه طالبان که خبریاتری کی نو هغه په قطر کی او قطر
له پاکستان نه دی باندې ده او دا خبرې به په داسې یو فضا کې ترسره شي چې د پاکستانیانو فشار برو باندې نه وي، په آزاده فضا کې به دا خبرې وشي. در این حال باورهای وجود دارند که دفتر قطر صلاحیت گفتگوهای صلح را از جانب طالبان دارد. د قطر دفتر خلق ډیر بصلاحیت خلق دی، مشهور و معروف خلق دی. د ملامت بار اخن مرحوم په وخت کې هغه د دې لپاره تنسی وی خلق و چې هغه به د صلح خبري یا د روغ جوړ خبري هغه به په دوی په مخه بیای. نو زما فکر باندې دا غته تنسی وی خلق دی او هغه ډیر معروف مشهور خلق دی او واکمن خلق دی، اختیارمن خلق دی. دفتر قطر دو سال پیش به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح از جانب طالبان در دوحه قطر ایجاد شد. هرچند شورای عالی صلح امیدوار است که پس از برگزاری نشست چهار جانبه در کابل بدرنگ گفتگوهای رودرو با طالبان هم آغاز شود، اما باید دید که تلاشهای تازه کارساز واقع خواهند شد. برخی افراد برخلاف منافع ملی و فراملی تلاش دارند تا مانع اصلاح در کمیسیون های انتخاباتی شوند. معاون دوم رئیس جمهور هشدار می‌دهد به هیچ فرد اجازه نخواهد داد تا در روند اصلاح نظام انتخاباتی سد ایجاد کند. سرور دانش تاکید می‌کند که انتخابات پارلمانی به گونه قطعی در سال پیشرو برگزار خواهد شد و می‌گوید اصلاحات انتخاباتی به عنوان یکی از تعهدات جدی رهبران حکومت عملی می‌شود. روستایی جزئیات می‌دهد. جدیدترین تعهد از جانب یکی از مقامات ارشد حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی. معاون دوم رئیس جمهور با تاکید بر عملی شدن اصلاحات انتخاباتی می‌گوید انتخابات پارلمانی قطعاً در سال پیش رو برگزار خواهد شد. اصلاحات انتخاباتی هم به عنوان یکی از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی عملی خواهد شد و هم اکنون با پیشرفت کار کمیته گزینش در آینده نزدیک شاهد شکلگیری کمیسیون های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی خواهیم بود. دست کم در روز پیش کمیته گزینش روند گردآوری خلاص سوانه افراد علاقمند برای کمیشنر شدن در کمیسیون های انتخاباتی را آغاز کرد و قرار است این فهرست به زودی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد. معاون دوم رئیس جمهور هشدار می‌دهد که شماره برخلاف منافع ملی و بین المللی مانع اصلاحات در نظام انتخاباتی هستند. کسانی که بر ضد اصلاحات انتخاباتی سخن می‌گویند باید بدانند که برخلاف افکار عمومی کشور و جامعه بین المللی حرکت می‌کنند و به هیچ وجه نمی‌توانند و نباید مانع اصلاحات انتخاباتی شوند. اصلاحات انتخاباتی یکی از مهمترین موارد موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی هست که حالا با بن‌بست روبرو شده است. ظاهراً ریاست اجرایی خواهان اصلاحات و ریاست جمهوری مانع این روند بود. این نخستین بار است که معاون دوم رئیس جمهور به این بی‌پردگی در این مورد سخن می‌زند. همچنان جزئیات بیشتر در مورد خبر ولایت ننگرهار، درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمانی که به هدف کنسولگری پاکستان در جلال آباد حمله کردند هنوز هم ادامه دارد و ساعت پیش یک انتحار کننده موتر بمب‌گذاری شده را در نزدیک کنسولگری پاکستان منفجر کرد و مهاجمان وارد ساختمان کنسولگری شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که مهاجمان اکنون وارد کنسولگری شدند و درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان همچنان ادامه دارد. بر جزئیات بیشتری خبر همکارم تقی الله تقی هم از ولایت ننگرهار با ما روی خط تلفن است. تقی، آخرین جزئیات را میخواهیم در مورد یمله از خودت بشنوم. سلام به شما، سلام به بینندگان تلویزیونی. نمی لازه که با شما به تماس هستم. جنگ پایان یا نیروهای امنیتی توانستن که همه مهاجمین از فادر آرن داری گفته میشه که با گفته شایده آینی که هفت انتظار شده دیسته ایجا و تمام مهاجمینی که داخل کنسلگری و با مهمانخانه کنسلگری داخل شده بودن همه ایشان از فادر آمدن. فعلا جنگ پایان یفته. چه تعداد مهاجمین وارد ساختمان کنسولگری شده بودند تقی؟ باز هم تماس ما با تقی از ننگرهار قطع شد. ادامه خبرها. چه کسان در خطرناکترین پایتخت زندگی می کنند؟ بر بنیاد پژوهشی که از سوی یک نهاد جهانی انجام شده، کابل خطرناکترین شهر در میان هفت شهر دنیا است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کابل بزرگترین شهر افغانستان بیشترین موارد جرم و جنایت را در جهان به نام خود ثبت کرده است و طالبان همچنین در این شهر نفوذ دارند. وزارت داخله این گزارش را نادرست و غیر
منصفانه می داند. کابل شهر خطرناک و پایتخت پرماجرا. پژوهشی که به تازگی از سوی نهادی پیپیکورن انجام شده است، نشان می دهد که شهر کابل در میان 7 شهر خطرناک جهان در جایگاه نخست قرار دارد. بزرگترین شهر افغانستان بیشترین جرم و جنایت را در جهان داشته است. طالبان همچنان در این شهر نفوذ دارند و مردم آن هر روز گواه انتحار، انفجار و آدم ربایی هستند. آنچه که این پژوهش دریافت است. شهریان کابل که شاید بیشتر از همه گواه این رویدادها هستند، انتظارات زیاد از حکومت دارند. تأمین امنیت و جلوگیری از جرایم. بحران که فعلا از کابل که داشت است که چندین انفجار انتحار که صورت میگیره، باید از اینا یک حداقل یک عکس العمل یک راه حل به خاطر از این مشکل داشته باشه. حتی ما به حساب از خانه که میبریم به این فکر رسیم که ما زنده پس خانه میاییم یا نمیاییم. حتی مرگ زندگی ما به حساب تضمین نیست. وزارت داخله نتایج این پژوهش را مبالغ آمیز میگوید. در شهرهای بزرگ یا در ساحات پرنفوذ در سر تا سر افغانستان گراف جرایم بالا میباشد. نسبت به شهرهای دیگه که در مقایسه با ما یا در مجاورت از او قرار دارد. شهر کابل هم آسیب پذیری های خاص خود داره، اما در اون سطحی که به او پرداخته شده در این گزارش که از یک گراف بلند جرایم برخوردار است سطور نیست. اما پس از کابل، آکاپلو در مکزیک، گواتمالا در آمریکای مرکزی، کراچی در پاکستان، ریو دی ژانیرو در برزیل، سن پدرون سولا در هندوراس و سیوداد در مکزیک در جایگاه دوم تا هفتم شهرهای خطرناک دنیا قرار گرفتند. و در خارج از کشور از اثر حمله انتحاری در پاکستان دست کم 14 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام های نظامی پاکستان گفتند این حمله در نزدیکی یک مرکز ریشه‌کنی پولیو در شهر کویته پاکستان رخ داده است و گفته مقام های پلیس بیشتر قربانیان این حمله را نگهبانان این مرکز پزشکی تشکیل می دهند. دست کم 12 پلیس، یک شبه نظامی و یک غیر نظامی در میان کشته شدگان قرار دارند. فرد مهاجم سوار بر یک موتر نیروهای پلیس، موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی این مرکز منفجر کرده است. رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی سالانه‌اش بر مبارزه بر ضد رأس‌افگنی به عنوان اولویت شماره یک حکومتش یاد کرد و میگوید کشورش در تلاش است تا اعضای گروه داعش را بازداشت کند، منابع مالی این گروه را قطع و این گروه را از بین ببرد. باراک اوباما گفته است حراست از شهروندان آمریکایی از اولویت شماره یک حکومت این کشور است، اما وی به هر گونه عراق در مورد گروه داعش هشدار داده است. باراک اوباما در آخرین سخنرانی سالانه اش مبارزه بر ضد گروه داعش و هراس افغانی و همچنان حراست از شهروندان آمریکایی را اولویت شماره یک دولتش دانسته است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که سیاست خارجی آمریکا باید بر تهدیدات از سوی گروه داعش و القاعده تمرکز کند، اما نباید در اینجا متوقف شود. وی تأکید کرده که ممکن است بدون تهدیدهای گروه داعش بی‌ثباتی و ناامنی برای دهه‌های آینده نیز در بخش‌های از جهان ادامه یابد. هر دو گروه، هم شبکه القاعده و هم گروه داعش، تهدید مستقیم به مردم ماست. حتی تعداد انگشت شمار از رأس‌افگنان که هیچ ارزش به زندگی انسان‌ها و حتی خود قائل نیستند می‌توانند آسیب‌های جدی برسانند. آنها با استفاده از فناوری اینترنت در تلاش برای مسموم ساختن اذهان مردم ما هستند. اقدامات آنان در راستای تخریب و بی‌ثبات‌سازی متحدان ماست، اما ما باید با اقدامات آنان مبارزه کنیم. باراک اوباما گفته است برخی از منتقدان درباره مبارزه بر ضد گروه داعش اندک اغراق کرده و جنگ با این گروه را به نحو جنگ سوم جهانی عنوان می کند. اما وی هر گونه اغراق در مورد گروه داعش را نپذیرفته، ولی تأیید می کند که شبکه القاعده و گروه داعش تهدید مستقیم به مردم و امنیت ملی آمریکاست. برخی ها مدعی‌اند که جنگ جهانی سوم در دستان این گروه ها قرار دارد. ممکن است رأس‌افگنان به صورت مخفیانه در عقب لاری ها، در آپارتمان ها و در پارکینگ ها تهدیدی برای شهروندان ما باشند، اما ما باید آنان را متوقف سازیم. ولی این رأس‌افگنان نمی توانند تهدیدی برای موجودیت ملت ما باشند. اغراق در این مورد ترفند گروهی داعش است. آنان با این نوع شایع پراگنی می خواهند سربازگیری کنند.
باراک اوباما همچنان گفته است که پیشرفت‌ها و موفقیت‌های چشمگیری در مبارزه بر ضد گروه داعش به دست آمده و آمریکا موفق شده است از 60 کشور جهان بخواهد تا منابع مالی این گروه را قطع، رهبرانشان را بازداشت و کمپ‌های آموزشی این گروه را از بین ببرد. وزارت دفاع آمریکا با نشر نوار ویدیویی مدعی است که دو قایق مربوط به نیروهای دریایی این کشور از سوی نیروهای دریایی ایران متوقف شده است. پنتاگون افزوده است که ایران دو قایق را با 10 سرنشین آن توقیف کرده است. سخنگوی کاخ سفید نیز این خبر را تایید کرده و گفته است که شمار سرنشینان این دو قایق 10 آمریکایی بودند. پس از توقیف این دو قایق، جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمود جواد ظریف همتای ایرانیش تماس گرفته و خواستار آزادی سرنشینان این قایق ها شده است. سخنگوی پنتاگون میگوید کشورش با مسئولان ایران در ارتباط است و از سوی آنها تضمین های لازم برای سلامت و بازگرداندن فوری سرنشینان این دو قایق را دریافت کرده است. از همراهیتان با مهمترین ها در نیمه روز از یک سپاسگزارم. خدا نگهدار.